عرض سلام دارم به تمام دوستان و همراهان وبسایت اوکسیما. با یکی دیگر از جلسات دوره جاوا اسکریپت را قورت بده، همراه شما عزیزان هستم. دوستان، در این جلسه قصد داریم در رابطه با اعداد و متدهای اون صحبت کنیم. البته ما در این جلسه صرفاً به طور کلی در رابطه با اعداد صحبت می‌کنیم و در جلسه آینده در رابطه با متدهای مربوط به اعداد در جاوا اسکریپت صحبت خواهیم کرد. خب ما وارد جاوا اسکریپت خواهیم شد و از تب پروژه جاوا اسکریپت هم رو لود کردم و میبینید که شامل دو فایل index.html که این فایل هست و javascript.js که این فایل هست. خب من در فایل javascript.js هم خب هیچ چیزی ندارم، این فایل خالی هست و قرار کدهایی که در این جلسه قرار با هم یاد بگیریم رو من در اینجا بنویسم و با هم نتیجه رو بر روی مرورگرمون مشاهده کنیم. من مرورگر رو هم باز میکنم و میام این فایل index.html رو بر روی مرورگر کرومم لود میکنم. خب که با یک متن خیلی ساده من روبرو هستم. یک خورده این رو هم زومش میکنیم که شما بتونید بهتر نتیجه رو بر روی مرورگر مشاهده بکنید. خب اوکی، حالا اینجا دقت کنید دوستان، ما اومدیم یک پوزیشن به نام دمو تعریف کردیم که یک پاراگراف هست که آیدی دمو رو گرفته و همچنین اینکه این فایل javascript.js رو که این فایل هست رو از طریق این دستور ضمیمه کردیم به سند HTML. اوکی، خب من دیگه با این فایل index.html کاری ندارم، برای همین من این رو میبندمش به طور کامل. حالا اگر لازمش داشتم بازش میکنم. خب اولین چیزی که ما بایستی در رابطه با اعداد در جاوا اسکریپت بدونیم اینه که ما با چه نوعی از اعداد در جاوا اسکریپت روبرو هستیم. من میام اینجا یک متغیری تعریف میکنم به اسم نام. خب حالا اعداد در جاوا اسکریپت یا عدد صحیح هست، مثل عدد 10، مثل عدد 400، 1400 یا مثل 240 و موارد دیگه. خب که این میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، مثل منفی 50، منفی 125 و غیره. خب حالا این پس یک نکته. نکته دیگری که ما باید اینجا در نظر بگیریم اینه که آیا نوع‌های دیگری از اعداد در جاوا اسکریپت وجود دارن؟ بله، ما اعداد اعشاری هم داریم، مثلا 12.34 یا 324. دقت کنید ممیز رو با اسلش نمایش ندید، با دات نمایش میدن. ممیز 765000. اوکی؟ و به همین ترتیب. نوع دیگری از اعداد در جاوا اسکریپت اعداد نمایی هستند. اعداد نمایی یعنی چی؟ ببینید دوستان، مثلا من میتونم عدد 123 حالا با 3 تا صفر در مقابلش که این میشه 123000 رو، اینو من میتونم به این شکل بنویسم دیگه، درسته؟ 123 ضرب داره 1000. 1000 رو من میتونم بنویسم 10 به توان چی؟ میتونم بنویسم 10 مثلا به توان 3 دیگه، درسته؟ خب حالا اگر من بیام به جای این 10 ای بنویسم، حرف ای رو بنویسم و این علامت توان رو هم من برمیدارم، میشه ای 3، درسته؟ حالا اینا رو بیارم کنار هم دیگه، این ضرب رو هم بردارم، به این شکل میشه 123 ای 3. این 123 ای 3 همون 123 ضرب داره 10 به توان 3 هست که میشه عدد نمایی. خب یه نکته دیگه این که پس این عددی که بعد از ای میاد توان ای هست، ای هم 10 هست که اینها یعنی 123 و این ای 3 بینشون ضرب هست، ای و 3 بینشون توان هست، رابطه توان هست، ای به توان 3 میرسه.
123 ضرب در ای به توان 3 میشه. خب این 3 میتونه چی باشه؟ میتونه منفی هم باشه، یعنی عددی که بعد از ای میاد میتونه منفی هم باشه، یعنی 10 به توان منفی 3. اگر من بگم، اگر من این رو به این شکل بنویسم 123 ضرب در 10 به توان منفی 3، خب این میشه چی؟ میشه 123 تقسیم بر 1000 دیگه، درسته؟ 10 به توان منفی 3 میشه 1000، که اگر ضرب در 123 اش کنیم میشه 123000، یعنی به این شکل، درست شد؟ خب پس یک عدد اعشاری میشه. پس ما اینجا با اعداد نمایی هم پس روبرو هست. این از این. پس این شد اعداد در جاوا اسکریپت رو پس ما انواع مختلف رو بررسی کردیم. اما همه اینها رو نامبر میشناسیم در جاوا اسکریپت. خب یعنی چی؟ یعنی اگه من مثلا بنویسم type of 123 125 و بعد من بیام اینجا بنویسم document.getElement by id، ایدیمون چیه بچه ها؟ دمو، و در اینجا هم dot inner html یا برابر است با نام بینش. خب تایپ آف 125 رو میخوام بررسی کنم. حالا اگر من اینجا بیام یه رفرشش بکنم، خب چیزی به من نمایش نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه من یک بار دیگه با این صفحه رو لودش کنم اینجا. خب من این رو میبندم، ببینید نامبر داره به من نمایش میده. پس با اینکه چیزی که من اینجا نوشتم یک عدد صحیح هست، خب ولی نوعش میشه چی؟ نامبر. تایپ آفش میشه نامبر. حالا اگه من اینجا عدد اعشاری بنویسم، یعنی 125 ممیز 23 صدم، و این رفرش کنم صفحه رو، باز میبینید که نامبر رو به من نمایش میده. حالا اگه به شکل نمایی بنویسم ای 3 مثلا، باز ببینید نوع اون نامبر هست. پس به طور کلی ما به همه اینها میگیم نامبر. خب پس این شد انواع مختلفی از اعدادی که ما در جاوا اسکریپت داریم. اما نکته دیگری که ما در رابطه با اعداد بایستی بدونیم در رابطه با دقت اعداد هست. ببین دوستان، من اینجا می نویسم چی؟ 9999 به همین شکل ادامهش میدم. خب آیا ما همچین چیزی رو روی مرورگرمون هم مشاهده می کنیم؟ ببینید مشاهده نکردیم، درست شد؟ چیزی که ما بر روی، یعنی دقتی که برای اعداد صحیح ما در نظر داریم تا 15 رقم هستش. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ببینید تا 15 رقم. یک نوع دیگه اضافه من اگر بکنم، ببینید دیگه تغییر پیدا کرد، یعنی اون دقت لازم رو دیگه نداره. پس تا 15 رقم تا 15 رقم عدد صحیح رو پشتیبانی میکنه. حالا در رابطه با اعداد اعشاری چند رقم اعشار رو پشتیبانی میکنه؟ مثلا من بگم 3 ممیز 14 صدم. حالا اگه من اینجا به این شکل مثلا عدد 6 رو بنویسم و همینجور ادامهش بدم، آیا همه اینها رو پشتیبانی میکنه؟ و هم نتیجه رو ببینیم. ببینید باز پشتیبانی نکرد. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. معمولا تا 17 رقم اعشار رو بایستی پشتیبانی بکنه. حالا من یک بار دیگه می نویسم 6، اینجا میشه 3 رقم.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17 17 رو پشتیبانی نکرد. رفرش میکنم. باز میبینید که 16 رقم هم پشتیبانی نشد. بله الان پشتیبانی شد. باز این هم تا 15 رقم رو برای ما پشتیبانی میکنه. اینجا هم شد 15. ولی خب توی داکیومنت های مختلف در با جوازی بگیم مطالعه کنیم میبینید که گفته شده ارشد تا 17 رقم. اما خب این گفته شده که همیشه این دقت ممکنه که حالا بر اساس کامپیوتری که خودتون دارید، حالا قدرت پردازشی که داره و مواردی از این قبیل، ممکنه این عدد متغیر باشه. اوکی. ولی خب معمولا پس هول و هوش 15 رقم رو ممکنه برای اعداد اعشاری و برای اعداد صحیح در نظر بگیم برای دقت این اعداد. اوکی. حالا نکته دیگری که من اینجا بایستی در نظر بگیرم، ببینید دوستان، در جاوا اسکریپت ضرب جمع، اجازه بدید من این برنامه رو ببندم. خب اوکی. در جاوا اسکریپت اگه من مثلا بیام 0 ممیز 1 1 دهم رو من میخوام جمع کنم با مثلا 2 دهم، خب این میشه 3 دهم دیگه. پس انتظار داریم که اینجا در خروجی به من 3 دهم رو نمایش بده، اما ببینید دقت لازم رو نداره و دقیقاً این رو نمایش نمیده. خب حالا من آیا برای همه اعداد اعشاری اینطوری هست؟ مثلا من 3 دهم رو امتحان میکنم، این میشه 4 دهم، یعنی با دقت به من میگه. برای بعضی از اعداد، برای بعضی از اعداد اعشاری میبینیم که دقت لازم وجود نداره. نمونهش مثلا 1 دهم به علاوه 2 دهم اگر بتونیم بخوایم جمع کنیم، دقت لازم رو برای ما در جاوا اسکریپت وجود نداره. خب چطور میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم؟ زمانی که میخوایم با اعداد حالا اعشاری کار کنیم، مثلا من میخوام 1 دهم رو به علاوه 2 دهم کنم، اینطوری باهاش برخورد میکنم. ببینید 1 دهم میشه چی؟ من میتونم به این شکل بنویسمش.